سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در ژنو استفاده از داروهای آزمایشی را که برای مداوای دو بهیار آمریکایی آلوده به ویروس ابولا موثر واقع شدند مورد بحث و بررسی قرار داد. این دو بیمار مبتلا به ابولا اخیرا پس از مصرف داروی زیمپ، ساخت شرکت داروی مپ در ایالت کالیفرنیا نشانههایی از بهبودی نشان دادند. سازمان بهداشت جهانی پیشتر محال ابولا را یک فوریت پزشکی بین‌المللی اعلام کرد. اسپانیا روز یک شنبه اجازه داد برای نجات یک بیمار 75 ساله مبتلا به بیماری ابولا که اولین اروپایی آلوده به این ویروس است از این استفاده شود. گلاکسو اسمیت کلاین شرکت داروساز بریتانیایی نیز روز یکشنبه اعلام کرد آزمایش های اولیه برای تولید یک واکسن ضد ابولا را به زودی آغاز می کند. در همین حال وزیر بهداشت نیجریه گفت از آزمایشگاه های آمریکایی خواسته است داروهای آزمایشی را که موثر هستند به نیجریه ارسال کنند. نیجریه عملا از آزمایشگاه جهان به ویژه آمریکایی خواسته است ببینند اگر داروها و یا واکسن های آزمایشی تاویز. که استفاده کردن مؤثر بوده آنها را در اختیار ما قرار دهند ما با آنها در تماس هستیم و ممکن است به زودی برای ما بفرستند به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع ابولا در غرب آفریقا به مرگ 961 نفر و آلودگی نزدیک به 1800 نفر منجر شده است بابک راد صدای آمریکا